محمود احمدی نژاد اومد بعد از مدت‌ها بگم یکی افشا کنه به ضرر خودش شد. یه آدمی رو که خیلی براش مهم بود و سرمایه‌گذاری کرده بود بازداشت کردن. حالا به قرار تامین آزاد شد. اما چرا سعید مرتضوی رو گرفتن؟ چون ظاهراً بیت آقا دیگه مثل گذشته حمایتش نمی‌کرد. حالا تاریخ مصرفش برای آقا تموم شده یا علم کردن توسط احمدی نژاد وسیله مناسبی داده دست آقا برای نشون دادن اینکه دست احمدی نژاد میتونه راحت کوتاه کنه. یا هر دلیل دیگه. به هر حال سعید مرتضوی از زمانی معلوم شد که زیر پاش داره شل میشه که نامه زاکانی و الیاس نادران و چند تا دیگه در خبرگزاری فارس منتشر شد که دست داشتن سعید مرتضوی دادستان تهران رو در فروش سوالای کنکور افشا کردن. زاکانی و نادران از پاهای اصلی تشکیلات مجمع رهبویان انقلاب اسلامیان با مهدی طائب برادر حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه و همکلاس و یار غار مجتبی خامنه ای. وقتی این آدمای دوربر مجتبی خامنه ای علیه مرتضوی سال 87 بیانیه دادن روشن شد که بیت رهبر دیگه مثل گذشته پشت مرتضوی نیست، در حالی که تا اون وقت حمایت آقای خامنه ای از سعید مرتضوی اونقدر بود که حتی وقتی آیت الله شاهرودی رئیس قبلی دستگاه قضا میخواست او رو از قوه قضاییه کنار بذاره، آقای خامنه ای دخالت کرد و سعید مرتضوی موند تو دستگاه قضاییه. ولی دست کم دو سالی است که سعید مرتضوی تبدیل شده به ابزار کشاکش احمدی نژاد و بیت رهبر. احمدی نژاد از کجا آمده؟ گرمساری، از بخش آرادان، از توابع گرمسار سمنان. 56 سالشه. یه سالش بود که خانواده‌اش کوچ کردن تهران. میگن فامیلشون صبورجیان بوده که یه نام فامیل کلیمی است و بعد شدن احمدی نژاد. خودش تا حالا در این باره هیچ حرفی نزده. دبستان و دبیرستان همون تهران میره و بعد میره دانشگاه علم و صنعت رشته مهندسی راه و ساختمان. قبل از انقلاب با انقلاب 57 و بحث‌های عده دانشجوی حزب اللهی واسه اشغال سفارتخونه ها، احمدی نژاد و یه تعداد از علم و صنعتی‌ها میگن سفارت شوروی رو اشغال کنیم. این آقای میردامادی گفته که من عرض میکنم و سخن ایشون در یوتیوب هست، میتونیم بگردین پیدا کنیم. نظر احمدی نژاد و دوستاش که میگفتن سفارت شوروی رو اشغال کنیم قبول نمیشه از طرف دانشجوی خط امام، بقیه‌شون یعنی، و بالاخره سفارت آمریکا اشغال میشه و ماجرای گروگانگیری و پیامدش که میدونید. احمدی نژاد در دهه 60 هنوز 24 سالش نشده که میشه فرماندار ماکو و بعد خوی و مشاور استاندار کردستان و بعد سال 72 میشه اولین استاندار اردبیل با استان شدن شهر اردبیل. حالا چرا ماکو، اردبیل و اونورا؟ چون یه گروهی از حزب الله از تهران و جاهای دیگه میرفتن استان کردستان و آذربایجان غربی، یا جذب سپاه میشدن برای جنگ با سازمانهای کرد یا کار اطلاعاتی میکردن. احمدی نژاد جزء گروهی بود که به حلقه ارومیه یا مشهور بود. رحیم مشایی جزء همین گروه بود با یه آدمی به اسم حمید عطایی که شد استاندار آذربایجان غربی و بعدم کشته شد گویا تو تصادف. علی ربیعی معروف به عباد هم که بعد شد مسئول اجرایی دبیرخانه شورای امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم جزو همین حلقه بود. کار اطلاعاتی میکردن برای سپاه، جاش به قول کردها یا جاسوس و تفنگچی محلی وفادار به حکومت جذب میکردن و یه انتشاراتی هم درست کرده بودن به اسم صلاح الدین ایوبی که بعد از دهه 60 منتقلش کردن تهران حوالی چهار پهلوی سابق ولی عصر امروز، که تو این انتشاراتی کتاب چاپ میکردن برای تبلیغ و ترویج اسلام و حکومت اسلامی بین مردم کرد. توی همون سالا یه تعداد ترور میشن، مثل دکتر کاظم سامی نماینده مجلس اول بعد از انقلاب و رهبر جامعه جنبش انقلابی مردم ایران که سال 67 ترور شد. علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور وقت بود، دو هفته بعد از قتل سامی در مطبش اومد اعلام کرد قاتل سامی توی حموم تو شهرستان خودکشی کرده و به دوش خودش آویزون کرده، اینجوری خودش کشته. دکتر مهدی خزعلی که با سعید امامی قاتل معروف روشنفکر در دهه 70 آشنای نزدیک داشت، حدود 3 سال پیش تقریبا درباره قتل دکتر سامی با صدای آمریکا صحبت کرد. ببینید دکتر کاظم سامی که در 4 آذر روز تولد بنده ایشون کشته میشه، من یه بحثی که تو اون برام خیلی حساس بود این که اولا که دادستان وقت میگه اون روز از زبان زن قاتل محمد جلیلیان میفرماید که اون روز کسی به اسم احمدی نژاد زنگ میزنه و ازشون دعوت میکنه در دفتر آقای شریعت مداری و بعد آقای جلیلیان میره و با مقداری پول برمیگرده به خونه و پولها رو به زنش میده و به اون قتل رو انجام میده. تا اینجا کار بعد میگه ما
شریعت مداری و احمد نژاد رو 3 روز بازداشت کردیم. حسین بله. شریعت مداری. بله. بله بله. من میخوام بگم این بازداشت 3 روزه بعد از قتل سامی و قتل قاتل سامی، خب نتیجهش ملت متوجه نشد چی شد؟ سال 77 احمدی نژاد خودشو نامزد میکنه واسه شورای شهر تهران، رأی نمیاره. یه سال بعد رئیس ستاد تبلیغات هاشمی رفسنجانی تو شرق تهران نارمک برای انتخابات مجلس ششم. همون هاشمی که از سال 84 احمدی نژاد میشه رقیب اصلیش تو انتخابات ریاست جمهوری و مدام خودش و خانواده‌اش رو به راندخاری و فساد متهم میکنه. چه چیزی این دوتا رو اون موقع همکار هم کرده بود؟ شاید همین موضوع قتل روشنفکر رو. با توجه به اینکه سعید امامی هم معاون امنیتی فلاحیان بود که 2 دوره وزیر دولت هاشمی رفسنجانی بود. همون موقع انتخابات مجلس ششم احمدی نژاد تو لیست ائتلاف خط امام رهبری بود که رأی نیاورد. اونقدر ظاهرا هنوز اهمیت نداشته مثل سال 88 که همه خط امام و رهبری برن پشتش. به هر حال در سال 82 شورای شهر تهران رأی میده به احمدی نژاد به عنوان شهردار. 2 سال شهردار تهرانه و تو این 2 سال کلی پول ظاهرا گم میشه تو شهرداری. دنبال مفاسد میگردی آقای احمدی نژاد؟ امضای خودت در شهرداری تهران، من عرض میکنم چند هزار میلیارد تو جیب بعضی رفته. فرد خاص، فرد علیه السلام هم نیست دیگه، صرف امور خیر و از این توجیهات هم دیگه نداره، مؤسسه ولیعصر امام زمان اینا هم نیست. این دیگه صرف با امضای شماست. یه رانت عجیب غریب نوشتم رو سایت، خب به این جواب بدید. حداقلش این است اون پرونده رو بررسی کنیم. ببینید یه سوال اساسی که ما داریم برای این 20 سالی که شما میخوام بفرمایید، آقای قالیباف میره 1000 تا تخلف آقای احمدی نژاد خدمت رهبری این بره. خب چی شد؟ چرا تأخیر تفحص از شهرداری دمانه ایشون 350 میلیارد مسکوت میشه؟ و این گزارش رو آقای خزعلی میگوید که گزارش این پولای گم شده، این امضای آقای احمدی نژاد و آقای قالیباف میبره وقتی شهردار میشه میده به رهبر. که آقا داستان اینه، رهبر نه تنها گزارش کنار میذاره تا کسی دنبالش رو نگیره، بلکه میره پشت احمدی نژاد در برابر همه کسایی که به نوعی اونا رو در خط خودش تمام و کمال نمیدونه، مثل خاتمی و رفسنجانی و دیگران. الان هم که نزدیکی های پایان 2 دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، آمارای رسمی حتی نشان از همون دوزیا و گم شدن ها و هزینه ها دور از چشم مردمه. همین امروز خبرگزاری مهر نوشت پلیس آگاهی اعلام کرده که فقط در سال 90 218 اختلاس بانکی و دولتی صورت گرفته، فقط توی یه سال، زیر نظر رئیس جمهوری که با شعار عدالت و مبارزه با فساد اومد سر کار. و این جدا از 2 اختلاس بزرگ بانکی و اختلاس بیمه بوده که به خاطرشون آقای وزیر اقتصاد کابینه احمدی نژاد میخواستن استیضاح کنن. ماجرای صندوق ذخیره ارزی و درآمدها و هزینه های ارزی دولت که داستان دنباله‌دار ریاست جمهوری احمدی نژاد. 3 آبان 91 باستاب نوشت انتشار گزارش رسمی درآمدها و مصارف ارزی دولت نشان می‌دهد فاصله 215 میلیارد دلاری بین مصارف و درآمدهای ارزی دولت وجود دارد و مشخص است این 215 میلیارد دلار کجا رفته. درآمد ارزی دولت احمدی نژاد حدود 700 میلیارد دلار در 7 سال بوده، سالی 100 میلیارد دلار، تقریبا برابر با همه نیم قرن گذشته. با این وجود بدهی‌های خارجی ایران نسبت به سال 83 قبل از اینکه آقای احمدی نژاد بیا سر کار این درآمد داشته باشه کمتر نشده و در همون سطح حدود 20 میلیارد دلار ثابت مونده. سال 84 که احمدی نژاد رئیس جمهور میشه از یه طرف یه تعداد از همکلاسی‌هاش از دوره دانشجویی انجمن اسلامی دانشگاه میاره تو دولت، مثل آقای ظریف‌آفان، آقای محصولی، آقای ثمره هاشمی و علی احمدی. از طرف دیگه کسایی که در دهه 60 تو کردستان و آذربایجان غربی با هم بودن، مثل رحیم مشایی، کسی که تبدیل شد به حلقه ضعیفه دولت احمدی نژاد تو رقبا بتونن به عنوان رهبر باند انحرافی دولت احمدی نژاد رو بزنن. از نظر ما مجموعه این حرکت یک کار سیاسی است، روشن برای ما کاملا که حرکت سیاسی است برای فشار به دولت. اخیراً هم خب بحث‌های جدید هم تو که شما گفتید مطرح کردن. ما موضعمون سکوته، اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که
اگه بخوان به اونجا دست اندازی بکنن دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. این حتما به کشور آسیب خواهد زد. امیدوارم که بالاخره به خاطر مطامع سیاسی ادامه ندن. فضای کشور باید فضای بانشاد باشه، فضای کار باشه. ولی ادامه دادن. تو احمدی نژاد رفت نیویورک و جوانفکر مشاور رسانه‌ایش در تهران بازداشت شد. دفاع احمدی نژاد از حقوق مردم در برابر ستم دستگاه قضایی در نامه‌اش به رئیس دستگاه قضایی رو هیچ کس از کسایی که درباره این نامه در رسانه‌های حکومتی و غیر حکومتی نوشته باور نکرده. نه برای اینکه این جنگ زرگری است و احمدی نژاد در برابر جناح رقیب نایستاده، به این دلیل که یکی از نقاط مهم ریاست جمهوری احمدی نژاد دفاع بی سابقه از کسی بوده که در صحن علنی مجلس به قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی در اوین متهم شد. کسی که بیشترین توقیف نشریات موقعی شد که او رئیس دادگاه مطبوعات و دادستان تهران بود. کسی که به دلیل اینکه در جنایت‌های کهریزک نقش داشت از کار در قوه قضاییه معلق شد و اون وقت احمدی نژاد کردش رئیس بزرگترین خزانه مالی خدماتی دولت، سازمان تأمین اجتماعی. خیلی از کسایی که در اون حکومت یا در پیرامون حکومتن میگن ماجرای ملاقات با جوانفکر یک بهانه است و احمدی نژاد برای اینکه وضعیت اقتصادی فعلی رو که 7 سال مسئولش بوده به دوش نکشه داره در واقع فرار به جلو میکنه، میخواد بگه من مبرا هستم و بقیه دستگاه و حتی خود رهبر مسئول این اوضاع، نه من. تارنمای بازتاب امروز اما در واکنش به درخواست محمود احمدی نژاد برای دیدار از زندان اوین نوشته مطمئن باشند آقای احمدی نژاد به زودی به آرزوی خود خواهند رسید و زندان اوین را که طی سالهای گذشته منزل دوم منتقدین احمدی نژاد بوده است زیارت خواهند کرد. و خطاب به احمدی نژاد نوشته آقای احمدی نژاد عجله نکنید، انشالله اوین را هم به زودی خواهید دید.